آمار رسمی کرونا در ایران 4585 قربانی و 73303 نفر مبتلا. اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت به توافق تاریخی دست یافت. رجب طیب اردوغان با استعفای وزیر کشور دولت خود موافقت نکرد. کمک 200 میلیون پوندی بریتانیا به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با کرونا. 8 فیلمساز شناخته شده سینما ایران با صدور بیانیه خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله فعالان محیط زیست زندانی شدند. پلیس تهران اعلام کرد برای جمع‌آوری 10,000 معتاد منتظر ابلاغی هستیم. وزیر بهداشت ایران گفت احتمال این که با موج سهمگین ویروس کرونا در پاییز و زمستان مواجه شویم وجود دارد. تشکیل پرونده قضایی برای یک روزنامه‌نگار در کرمانشاه به دلیل انتشار آمار کرونا. هشدار نظام پزشکی ایران درباره فاصله گذاری هوشمند. نمیتوان برای همه شهرها نسخه واحد نوشت. اتاق بازرگانی فارس تحریم‌ها دستاویز تصمیم گیران برای شانه خالی کردن از وظایف شده است. نماینده مجلس ایران خواستار عملکرد نظامی مشابه چین برای قطع زنجیره انتقال کرونا شد. هزاران فعال کارگر ایران خواستار افزایش دستمزد و ایجاد سندیکاهای مستقل شدند. اتحادیه بازنشستگان اعلام کرد که دولت فقط 19,000 تومان به عنوان پاداش برای 2 ماه کار سخت بر بالین بیماران مبتلا به کرونا به پرستاران پرداخت کرده است.